انسان مسلمان از عرب بودن خودت نفرت داشته باش. داخل اینجا ایران انسان از ایرانی بودن خودت شرمنده باش. خیلی از این جوانای خودفروخته بی هویت ایرانی که توی غرب تربیت شدن اونجا اسم خارجی رو خودشون میذارن که مبادا اینها رو به اسم ایرانی بشناسن. پس ویروس دوم اینه که کسی به ایرانی بودن خودش افتخار نکنه. فیلم 300 میسازن. چه فیلم 300؟ میان میگن 1,000,000 سرباز ایرانی زمان خشایارشا در مقابل 300 تا سرباز اسپارت، حالا همین یونان، مقاومت در واقع ایستادن و 1,000,000 نفرشون شکست خوردن. اولا و به ذات بنده سالهای متمادی تو دانشگاه های نظامی تاریخ نظامی درس دادم. مسئله آنچه که هرودوت نوشته، چون این مسئله تاریخ این مرحله رو هرودوت یونانی نوشته، اصلا زیر سواله. این مسئله زیر سواله. نبرد سالامین و نبردهای دیگه از این دست اصلا سند تاریخی نداره. خیلی خوب، قبول میکنیم که این جنگی بوده. یونان 2500 ساله برای همیشه فرو خفته. چون آمریکا تاریخ نداره، 300-400 ساله به وجود اومده دیگه. انگلستان تاریخ درست حسابی نداره، فرانسه تاریخ درست حسابی نداره. روی هم رفته غرب 2950 سال متن مکتوب بیشتر نداره. کتاب ایلیاد و اودیسه، همینی که فیلم تروی رو ازش می‌سازن، نمی‌دونم از این دست مطالب. چطور می‌خوان بگن ما خیلی قدیمی هستیم؟ اونجایی که میان 2500 سال پیش شیوه ورزش بوده توی یونان. میدونید که یونان از ترکیه به وارد آتن بشه تو یونان، ترکیه پیشرفته تر از یونان، اینا همسایه هم. یونان 2500 سال دیگه اصلا نابود شده، هیچی نداره. اما چجوری اینا میگن ما غربی ها گنده ایم؟ همیشه تاریخ ایران همینجا برخواسته و ویران شده، دوباره برخواسته و ویران شده. غرب 5-6 تا موج داشته. اینو خوب به خصوص دوستان دانش آموز ما توجه کنن. غرب اول تو یونان بوده، از یونان که ویران شده رفته تو ایتالیای امروز، بهش میگیم روم، پایتختش روم هلالی بوده، تا این کشوری که اسمش رومانیه. از رومانی تا ایتالیا که مرکزش رومه، موج دوم غرب بوده، امپراتوری روم. اونجا برجسته میشه چند صد سال، اونجا ویران میشه، گام بعدی همجوری توی گریز از مرکز میره کنار. فرانسه و آلمان اوج تمدن غرب بودن زمان شارلمانی توی فرانسه. بعد از اونجا در قرن 18 و 19 انگلیس، یعنی از مانش عبور میکنه غرب، انگلستان میشه شاخص غرب، رشد میکنه. الان در اوایل قرن 21 و سالهای آخر قرن 20، خاطرتون هست این غرب در نیره گریز از مرکز از اقیانوس اطلس عبور کرد، آن سوی اقیانوس اطلس آمریکا شد بزرگ غرب. یعنی هر مرحله یه قسمتش خراب شده دیگه بر نخواسته. اما ما تو این ایران، هی اینجا ایران ویران شده، تمدنش دوباره برخواسته. این که المپیک، این 5 تا حلقه ورزش‌های المپیکی رو، المپیک رو هر سال کار می‌کنن، همه ملت‌ها بیان اونجا مسابقه بدن، برای اینکه همه یادشون باشه عقده فرهنگ ورزشی مال غربه. یه جنگی بوده میگن توی اونجا 40 کیلومتر فاصله بوده تو منطقه ماراتون، ایرانی ها شکست میخورن، یه نفر رو میفرستن خبر بده که ایرانی ها شکست خوردن، 40 کیلومتر میدوه، خبر میده که ایرانی ها شکست خوردن، میفته سکته میکنه. بابت این حرف غیر واقعی و غیر منطقی یه دوی رو انداختن بتون دوی ماراتون، همه میرن میدونن، از جمله یه آدم احمق توی مملکت. جنس کنه من دارم داد میزنم آقا این توهین به ایرانیته. خبر شکست ما رو رفتن دادن. آقا فدراسیون دو و میدانی یه ذره ارق ملی داشته باش. این توهین به ایرانیت ماست. همچین سندی نداره مسئله جنگ ماراتون. آقا اینو بذارید کنار این مسئله رو. اما هنوز میبینید تیم ماراتون ایران در مسابقات فلانجا رفت شکست خورد. نداشتن ذهنیت تاریخی این بلا رو سر انسان میاره. آنچه که تئاتر نامیده میشه، یه آدم داشتن به اسم سوفوکل، تئاتر، نمایش، هنر نمایش، بشر هیچی نداشته فقط اینا داشته. فلسفه یه ارسطو افلاطون دارن، یه مش آدم تو حوزه‌های علمی ما پیدا شدن میگن افلاطون پیامبره. ارسطو هم که میدونید پدری از حوزه‌های علمی ما درآورده، دست بر نمیدارن از سر ارسطو.
من 3-4 سال پیش حوزه علمی قم تدریس میکردم. اونجا گفتم آقا تا مادامی که حوزه علمی ما از دست ارسطو نجات پیدا کرد، یه حدیثی پیدا کردم یه جای امام صادق فرموده ارسطاطالیس مثلا فلان، آقا ارسطو اندیشش اندیشه بسته‌ایه، درست علم منطق، اما خود قضیه از این منطق فاصله گرفتن دیگه. لذا اگر ارسطو افلاطون نبود، تو پزشکی بقراط، تو ریاضی فیثاغورس، توی تئاتر سوفوکل، توی ورزش المپیک، هر هیچی نداره. برای اینکه بگه ما گنده‌ایم، هی اینا رو میزنه تو سر ما. حالا که باور قطعی این مسئله اینه که اصلا این چیزا، خود این چیزی که ارسطو میگه مال ارسطو، خیلیشون ابن سینا اومده برجسته کرده، فارابی برجسته کرده. البته ما با اینا داریم مبارزه میکنیم، ما با این تلقی ها که آقا افلاطون پیامبره، ارسطو نمیدونم اینجوریه، ورزش اونجوریه، تئاتر اینه، این خبرا نیست. ایرانیت ما قبل از اسلام، ما تنها کشوری بودیم که بت پرست نبودیم، بت نمیپرستیدیم، مشرک بودن اجداد ما تو ایران. اما انسان پاگانیست، پاگانیست یعنی کافرکیش، کیششون کفر بوده، حالا اونا شدن برای ما معیار اندیشه و فرهنگ. چی هم چرتی زده؟ این مسئله ایست که به وجود آمده. لذا فیلم 300 می سازن. امپراتوری هخامنشی اولین و بزرگترین امپراتوری تاریخ بوده، 2500 سال پیش. هر چی رو که من میزنم اینه، امپراتوری هخامنشی از دید من یک امپراتوری یهودیه. اساسا کلمه امپراتوری که آخرش میشه امپریالیزم، یعنی امپراتوری رو گسترش دادن و جهان خاری کردن، مفهومی است که یهودی ها در آوردن. کوروش کبیر که گفته میشه، این کوروش تو همین بغداد کسی حکومت میکرد به نام بخت و نصر، یهودی ها رو گرفته بود چسبسته. کوروش اومد یهودی ها رو از این دست اینا آزاد کرد، یهودی ها آزاد شدن و الان یهودی ها خیلی احترام میذارن به کوروش. مدام هم به ما میگن شما ایرانی ها چه ارتباط با این عربا دارید، دست از اسلام بردارید، شما تو ایرانیتتون خیلی مهم بودید، شما اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نوشتید، خوب به این نکته توجه کنید. پس یه ارتباط امپراتوری هخامنشی توسط کوروش کبیر در آزاد کردن این یهودی ها بود. اما ارتباط ارگانیک دوم زمانیه که خشایارشا دامنه امپراتوری رو به شکل گسترده پهناور میکنه. 129 استان داشته، یک استانش مصر بوده، یک استانش سودان بوده، یک استانش هند بوده. پهناوری این امپراتوری در طول تاریخ بی‌سابقه است. شما امروز امپراتوری آمریکا رو ببینید، لابی سهیونیستی، لابی یهودی چه می‌کنه پشت کاخ سفید؟ اسمش آیپکه. آیپک امپراتوری در واقع لابی پرقدرت سهیونیست. میگه مسیحی‌های سهیونیست نمی‌دونن اینها دارن حکومت بوش رو می‌گردونن. نقشی که این 6 میلیون یهودی توی آمریکا بازی میکنن و آمریکا بی مهابا پشت سر رژیم صهیونیستی ایستاده و به شدت یهودیه، نقشی که یهود توی اروپا بازی میکنه، هر امپراتوری رو توی تاریخ دست بذارید یهود پشت سرش بود.